به نام خالق هستی. خانش ارمغان. استودیو صداهای همراه. مردی با پدرش در سفر بود که پدرش از دنیا رفت. از چوپانی در آن حوالی پرسید: چه کسی بر مرده‌های شما نماز می‌خواند؟ چوپان گفت: ما شخص خاصی را برای این کار نداریم. خودم نماز آنها را می‌خوانم. مرد گفت: خب لطف کن نماز پدر مرا هم بخوان. چوپان مقابل جنازه ایستاد و چند جمله‌ای زمزمه کرد و گفت: نمازش تمام شد. مرد که تعجب کرده بود گفت: این چه نمازی بود؟ چوپان گفت: بهتر از این بلد نبودم. مرد از روی ناچاری پدر را دفن کرد و رفت. شب هنگام در عالم رویا پدرش را دید که روزگار خوبی دارد. از پدر پرسید: چه شد که این گونه راحت و آسوده ای ای پدر؟ پدرش گفت: هر چه دارم از دعای آن چوپان دارم. مرد فردای آن روز به سراغ چوپان رفت و از او خواست تا بگوید در کنار جنازه پدرش چه کرده و چه دعایی خوانده است. چوپان گفت: وقتی کنار جنازه آمدم و ارتباطی میان من و خداوند برقرار شد، با خدا گفتم: خدایا اگر این مرد امشب مهمان من بود، یک گوسفند برای زمین می زدم. حالا این مرد امشب مهمان توست، ببینم تو با او چگونه رفتار می کنی. به نام خدای آن چوپان. گاهی دعای یک دل صاف از صد نماز یک دل پر آشوب بهتر است. آدمی دو قلب دارد، قلبی که از بودن آن با خبر است و قلبی که از حضورش بی خبر. قلبی که از آن با خبر است همان قلبی است که در سینه می تپد، همان که گاهی می شکند، گاهی می گیرد و گاهی می سوزد، گاهی سنگ می شود و سخت و سیاه و گاهی هم از دست می رود. با این دل است که عاشق می شویم، با این دل است که دعا می کنیم، با همین دل است که نفرین می کنیم و گاهی وقتها هم کینه می ورزیم. اما قلب دیگری هم هست، قلبی که از بودنش بی خبریم. این قلب اما در سینه جا نمی شود. به جای این که بتپد، می وزد و می بارد و می گردد و می تابد. این قلب نمی شکند، نمی سوزد و نمی گیرد. سیاه و سنگ هم نمی شود. از دست هم نمی رود. زلال است و جاری مثل رود و نسیم و آنقدر سبک است که هیچ وقت هیچ جا نمی ماند. بالا می رود و بالا می رود و بین زمین و ملکوت می رخصد. این همان قلب است که وقتی تو نفرین می کنی او دعا می کند، وقتی تو بد می گویی و بیزاری او عشق می ورزد، وقتی تو می رنجی او می بخشد. این قلب کار خودش را می کند، نه به احساسات کاری دارد، نه به تعلقات، نه به آنچه می گویی، نه به آنچه می خواهی. و آدم ها به خاطر همین دوست داشتنی اند، به خاطر قلب دیگرشان، به خاطر قلبی که از بودنش بی خبرند. ما را دوست دارند بی هیچ علتی. من جلد تو هستم، بر بام تو هستم، تو شمس منی، من خورشید پرستم. مغرب همه اندوه، اندوه غروبت، ای قبله مشرق ثناگوی تو هستم.
اینای گلویت همچون نی داوود، حکم آنچه تو گویی، من لال تو هستم. گنجشک گلویم شرح است چو منصور، بردار تو هستم، قربال تو هستم. حیران تو گردد آن کس که بدیدت، آن دم تو برفتی صد بار شهیدت. می سوزم و نالم چون آتش نمرود، بازای گلستان بر داغ عبیدت. ای طاق ثریا طاقت بنماده است، ما را بستان از این ولوله بازار. ای اثر لطفش خوش در تو دمیده، هر دم که تو خواندیم انگار نه انگار. ای سرمه کشیده روز و شب ما را، ای سر به بریده نشناخت ما را. پایان بده جانا این آمد و شد را، راحت کن و بستان این خوف و رجا را. عرفان نظر آخری. امیدوارم لذت برده باشید. روز خوش. به نام خدا. دومی خانش کتابم رو شروع می کنم با نام خدا. نام کتاب ثروتمندترین مرد بابل، جورج ساموئل کلاسون، مترجم محمد جواد شجاعی، خانش ارمغان، استودیو صداهای همراه. مقدمه. پس از هزاران سال دیوارهای پر افتخار معابد بابل فرو ریختن و به خاک تبدیل شدن. اما دانش و خرد بابل جاودان ماند. پول وسیله ای است که با آن میزان موفقیت زمینی سنجیده می شود. پول لذت بخش ترین و بهترین چیز روی زمین است. پول برای کسانی فراوان است که قوانین ساده مدیریت کسب آن را درک می کنند. پول امروز هم با همان قوانین 6000 سال پیش مدیریت می شود که باعث شده خیابان‌های بابل پر از مردان ثروتمند باشد. مردی که دنبال طلا بود. بنصیر عراب ساز بابل کاملا دلسرد شده بود. او در حالی که روی دیوار کوتاه دور خانه اش نشسته بود، با ناراحتی به خانه محقر و کارگاهش خیره شده بود که درش باز و عرابه نیمه کارش درونش بود. همسرش مدام جلوی در باز ظاهر می شد و با نگاه های پنهانی به او یادآور می شد که کیسه غذایش تقریبا خالی است و او باید برای تمام کردن عرابه کار کند. چکش بزند، چوب ببرد، سنباده بزند، رنگ کند، چم را محکم روی رینگ های چرخ ببندد و آن را برای تحویل آماده کند تا بتواند دستمزدش را از مشتری ثروتمندش بگیرد. بنصیر با وجود بدن چاق و قویش بی‌حس و حال روی دیوار نشسته بود. ذهن خستهش صبورانه با مشکلی دست و پنجه نرم می‌کرد که نمی‌توانست برایش پاسخی بیابد. آفتاب داغ استوایی که در دره فرات عادی بود با بی‌رحمی به او می‌تابید. قطرات عرق روی پیشانیش شکل می‌گرفتند و با بی‌توجهی خود را در جنگل پرموی سینه‌اش گم می‌کردند. آن سوی خانه‌اش دیوار پلکانی بلند اطراف کاخ پادشاه سر به فلک کشیده بود و در جوار آن برج نقاشی شده معبد بل قرار داشت که سینه آسمان آبی را شکافته بود. در سایه چنین عظمت و شکوهی خانه محقر او خانه‌های بسیار دیگری که چندان مرتب نبودند و خانه‌های واقع شده که صاحبانشان خوب به آنها رسیده بودند، بابل این گونه بود. ترکیب شکوه و فلاکت، ثروت خیره کننده و فقر وحشتناک بدون هیچ برنامه و نظامی در شهر با دیوارهای محافظ کنار هم جمع شده بودند.
سر و صدای عرابه های ثروتمندان که دکانداران سندل پوش و گدایان پابرهنه را کنار می راندن توجهش را جلب نمی کرد و باعث نمی شد نگاهی به آنها بیندازد. حتی ثروتمندان هم مجبور نبودن به سوی جوب آب برون. تا راه را برای صفهای طولانی پرده‌های حامل آبی باز کنند که برای پادشاه کار می‌کردند و هر کدام مشک پوست بز سنگین آب را با خود هم می‌کردند تا در باغ‌های معلق بریزند. بنصیر آنقدر درگیر مشکلش بود که صدای هیاهوی در همه شهر شلوغ را نمی شنید و متوجه آن نمی شد. اما صدای غیر منتظره و آشنای چنگ او را از خواب و خیالش بیرون کشید. سرش را برگردان و به صورت مهربان و خندان بهترین دوستش کوبی نوازنده نگاه کرد. کوبی با سلام و احوالپرسی مفصل شروع کرد. امیدوارم خدایان به تو با سخاوت و برکت فراوان بدهند. دوست خوبم. به نظر میرسه اونا به قدری با تو سخاوتمند بودم که به کار کردن نیازی نداری. من بابت خوشبختی و ثروت تو بیشتر از اون که بتونم به تو ابراز میکنم که خوشحالم. خواهش میکنم پیش از اینکه وارد کارگاه و مشغول کار بشی، از کیف بولت که باید حسابی قلمبه باشه فقط 2 سکه ناقابل در بیار و اونا رو تا پس از جشن امشب اشراف زادگان به من قرض بده. اونا رو از دست نمیدی، زود برشون میگردونم. بنصیر با بی‌حوصلگی و ناراحتی پاسخ داد: اگه 2 سکه داشتم نمیتونستم اونا رو به کسی قرض بدم، حتی به تو که بهترین دوستم هستی، چون داراییم بودن. تموم دارایی و آیندم و هیچ کسی هم تموم دارایی خودشو قرض نمیده، حتی به بهترین دوستش. کوبی با تعجب آشکار گفت: چی؟ تو حتی 1 سکه هم در کیفت نداری؟ و باز مانند مجسمه روی دیوار نشسته ای؟ چرا عرابه رو کامل نکردی؟ آخه چطور میتونی اشتهای اشرافیت رو برطرف کنی؟ این تو نیستی دوست من؟ انرژی بی پایانت کجاست؟ آیا چیزی تو رو ناراحت و ناامید کرده؟ آیا خدایان تو رو به درد سر انداختن؟ بنصیر تایید کرد: حتما عذاب خدایانه. با یه رویا شروع شد، یه رویای بیمندی که خودم رو آدمی ثروتمند می دیدم. از کمربندم، کیف پولم، زیباییم آویزون بود که به دلیل سکه‌های زیاد سنگین شده بود. سکه ها رو بی‌پروا برای فقرا می داختم. تعدادی هم سکه نقره داشتم که می خواستم با اونا برای همسرم جواهرات و برای خودم هر چه می خواستم بخرم. اونقدر طلا همراهم بود که باعث می شد از آینده خیالم راحت باشه و از خرج کردن نقرم نترسم. حس باشکوه رضایت در وجودم بود. تو به عنوان بهترین دوستم نتونستی دوست زحمت کشت و بشناسی. حتی همسرم هم نشناختی، چون صورتش چروک نداشت. از خوشحالی می درخشید و درست مانند روزای اول ازدواجمون شاد بود و لبخند می زد. کوبی گفت: واقعا رویای تلبزیری بوده، ولی چرا باید چنین احساسات لذت بخشی باعث بشه یه مجسمه غمگین روی دیوار تبدیل بشی؟ چرا واقعا؟ آخه وقتی به خودم اومدم و یادم اومد که کیف پولم چقدر خالیه، حس ناخوشایندی همه وجودم رو گرفت. حالا که به قول دریانوردا هر دوی ما در یک قایق پارو میزنیم، هم درد هستیم. بیا درباره اون با هم صحبت کنیم. یادت در نوجوانی برای یادگیری حکمت با هم پیش کاهنان به معبد میرفتیم؟ جوانتر که بودیم، سرگرمی های مشترک داشتیم، خوشی ها را با هم قسمت می کردیم. وقتی بالغ شدیم، همیشه دوستان صمیمی بودیم. ما این گونه شهروندانی بودیم که همیشه راضی به نظر می رسیدیم. ما از اینکه ساعت‌های طولانی کار می کردیم و درآمدمون رو بی قید و شرط به باد می دادیم راضی بودیم. ما در سالهای گذشته پول زیادی به دست آوردیم، ولی بازم برای درک شادی‌های حاصل از ثروت باید درباره اونا رویا پردازی کنیم. آه،
یعنی ما از گوسفندا هم بیشعورتریم؟ ما در ثروتمندترین شهر تمام دنیا زندگی میکنیم. جهانگردا میگن هیچ شهری به اندازه شهر ما ثروتمند نیست. دوروبر ما ثروت زیاده ولی خودمون هیچ سهمی از این ثروت نداریم. پس از گذشته نیمی از عمرمان با کار و زحمت. تو که بهترین دوستم هستی، کیف پولت خالی و از من میخوای دو سکه ناچیز تا پس از جشن امشب اشرافزادگان به تو قرض بدم؟ اون وقت من چه جوابی میدم؟ آیا میگم این کیف منه و خوشحال میشم و هرچی درونه به تو میدم؟ نه، اعتراف میکنم کیف پولم عین مال تو خالیه. جریان چیه؟ چرا ما نمیتونیم بیشتر از نیازمون برای تهیه غذا و لباس طلا و نقره به دست بیاریم؟ برزیر ادامه داد. پسرای ما رو بگو. آیا اونا هم پاشون رو جای پای پدراشون میذارن؟ آیا باید اونا و خانواده هاشون و پسرا و خانواده پسراشون و تمام اون وسط چنین گنجینه ای از طلا زندگی کنن اما مانند ما از خوردن شیر ترش بز و پوره خوشحال باشن؟ گوبی تعجب کرده بود. در تمام سالهای دوستیمون هیچ وقت چنین حرفی نمی زد. هرگز در تمام این سالها فکر نمی کردم این گونه باشه. از کله سحر تا زمانی که تاریکی دیدم رو بگیره برای ساختن بهترین عرابه ها زحمت می کشد. یه آدم میتونه بسازه و با عشق امیدوارم روزهای خدایان کارهای ارزشمند منو ببینن و به من رفاه و ثروت ببخشن. اونها هرگز این کارو نکردن و فهمیدم هرگزم نمیکنن. برای همین دلم گرفت. آرزو دارم پولدار باشم. آرزو دارم زمینهای کشاورزی و گاو و لباسهای خوب داشته باشم و کیفم پر از سکه باشه. دلم میخواد با تمام توانم، با تمام مهارت و تمام مهارت دستام و تمام هوشی که در سرم دارم برای این چیزا تلاش کنم. ولی دوست دارم زحمتام پاداش عادلانه بگیرن. مشکل ما چیه؟ یه بار دیگه از تو میپرسم. چرا ما نمیتونیم سهم خودمون رو از چیزای خوب بگیریم در حالی که همون چیزا برای کسانی فراوونه که برای خریدشون طلا دارن؟ کوبی پاسخ داد. میتونم جوابش رو بدونم. من راضی تر از تو نیستم. درآمدی که من از چنگم به دست میارم زود تموم میشه. بیشتر وقتا باید طوری برنامه‌ریزی کنم که خانوادم گرسنه نمونن. تازه از ته دل آرزو دارم یه چنگ داشته باشم که اونقدر بزرگ باشه که بشه باش همه آهنگایی رو بزنم که در ذهنم موج میزنن. با چنین سازی میتونم آهنگایی بهتر از آهنگایی بزنم که پادشاه شنیده. بایدم چنین چنگی داشته باشی. هیچ کس در بابل نمیتونه چنگ رو ملایمتر و زیباتر از تو بنوازه. میتونی اونقدر قشنگ و ملایم بزنی که پادشاه و حتی خود خدایانم کیف کنن. ولی چطور میتونی اون رو فراهم کنی؟ وقتی هر دو مانند غلام‌های پادشاه فقیریم. به صدای زن گوش بده، دارن میان اینجا. او به صف طولانی برده‌های حامل آب اشاره کرد که نیمه برهنه و عرق ریزان با زحمت از رودخانه به مسیری باریک قدم می‌گذاشتند. آنها در ستون‌های 5 نفره شانه به شانه پیش هم می‌رفتند و کمرشان از سنگینی مشک آب خم شده بود. کوبی به کسی اشاره کرد که زنگ همراه داشت و بدون هیچ باری بر دوش در جلوی صف پیش می رفت. گفت اون مرد خوش قیافه که اونا رو رهبری می کنه در کشور خودش آدمی خوشنام و مهمه. این کاملا معلومه. بنسیر تصدیق کرد و گفت در صف مردهای خوش قیافه زیادی مانند ما هستند. مردهای قد بلند و بور، سرزمینهای شمالی، سیاه‌پوستای خندرود و شاد سرزمینهای جنوبی.
آفتاب سوخته های ریز نقش کشور دوروبر، همه اونا کنار هم هر روز و سالا از رودخانه به باقهای معلق میرن و برمیگردن. منتظر هیچ خوشبختی و شادمانی نیستن. توشکشون کاه و با کمی غلات پخته و بیکیفیت شکمشون رو سیر میکنن. دلم برای این زبون بسته ها میسوزه کوبی. منم دلم برای اونا میسوزه. خب حالا کاری بکن تا بفهمم چگونه میتونیم کمی پول دار بشیم. هرچی نباشه ما برعکس اونا آزادتریم. هرچند فکر ناخوشایندیه ولی راست میگی کوبی. ما نمیخوایم سالها مانند برده ها زندگی کنیم. کار و کار و کار. بعدم به هیچ جا نرسیم. کوبی پرسید. یعنی میشه بفهمیم بقیه چطور طلا گیر میارن؟ تو ما هم همون کارو بکنیم؟ بنسیر متفکرانه پاسخ داد. شاید رازی وجود داشته باشه، اما فقط باید از کسانی بخوام که اونا رو میدونن. کوبی گفت. امروز از کنار دوست قدیمیم آرکاد رد شدم که سوار عرابه طلاییش بود. میخوام بگم اون مانند خیلیا که جایگاه او رو دارن مرا حقیرانه نگاه نکرد. در عوض دست تکون داد، طوری که احتمالا رهگذرها سلام و لبخند دوستانه‌اش رو به من کوبی نشون میدادن. بنسیر آرام گرفت. میگن ثروتمندترین مرد بابله. کوبی پاسخ داد. اونقدر پول داره که به پادشاه گفتن برای امور خزانه داری از کمک‌های طلایی اون استفاده کنه. بنسیر حرفش را قطع کرد و گفت. میترسم اگه اون رو توی تاریکی شب ببینم به کیف پرپولش دست درازی کنم. کوبی مخالفت کرد. گفت. مزخرفه. ثروت مرد در کیفی نیست که همراشه. اگه جریان طلایی سکه ها برای پر کردن دوباره کیف پرپول وجود نداشته باشه، اون کیف خیلی زود خالی میشه. درآمد آرکاد اونقدر زیاده که هر قدم بی خیال خرجش کنه، بازم دائم کیفش پرپول میشه. بنسیر ناگهان با فریاد گفت. درآمد؟ خودشه. دلم میخواد درآمدی داشته باشم که روی دیوار بشینم و دور دنیا رو سفر کنم. مدام وارد کیفم بشه. آرکاد باید بدونه چگونه میتونیم برای خودمون درآمد ایجاد کنیم. فکر میکنی بتونه این موضوع رو برای آدم کم‌هوشی مانند من روشن کنه؟ کوبی جواب داد. فکر میکنم دانش این کار رو به پسرش نوماسیر یاد داده. اون نبود که به نینوا رفت. میگن در مسافرخونه کار کرده و بدون کمک پدرش یکی از ثروتمندترین افراد اون شهر شده. نور امید در چشمان بنسیر درخشید. کوبی، تو باعث شدی فکر بکری به ذهنم برسه. اینکه از یه دوست خوب مشورت بخوام برای ما هزینه ای نداره و آرکادم همیشه دوست خوبی بوده. مهم نیست کیف پول ما در یه سال گذشته مانند لاله شاهین خالی بودن. نذاریم این مانع ما بشه. ما از بی پولی وسط این همه فراوانی خسته شدیم. ما میخوایم آدم ثروتمندی بشیم. بیا بریم پیش آرکادو بپرسیم چطور ما هم میتونیم برای خودش مثل خودش درآمد داشته باشیم. بنسیر، تو داری با انگیزه واقعی صحبت میکنی. تو باعث شدی من موضوعی تازه رو بفهمم. تو باعث شدی بفهمم چرا هیچ وقت ثروتی پیدا نکردیم. ما هرگز دنبالش نبودیم. تو با صبر و حوصله زحمت میکشیدی تا محکم تری عرابه های بابر را بسازی. برای این هدف تمام تلاشت را کردی و به همین دلیل در این کار موفق شدی. منم تلاش کردم چنگ نوازی ماهر بشم و موفقم شدم. در کارهای موفق شدیم که تمام تلاشمون رو کردیم. خدایان راضی بودن که ما همینطور ادامه بدیم. حالا نور امیدی میبینم. نوری که به روشنایی طلوع خورشیده. این نور ما رو دعوت میکنه بیشتر یاد بگیریم تا شاید موفق تر بشیم و با درک جدید حتما راههای شرافتمندانی برای تحقق خواسته هامون پیدا کنیم. بنسیر با اصرار گفت. بیا همین امروز بریم پیش آرکاد. افزون بر این بیا از بقیه دوستان دوران کودکیمون که اوضاعشون بهتر از ما نیستن بخوایم ما رو همراهی کنن تا از دانش اونا هم بهره ببریم.
تو همیشه به فکر دوستات هستی بنسیل. برای همین دوستای زیادی داری. حتما این کارو میکنیم. امروز میریم و اونا رو با خودمون میبریم. پایان سرفصل مردی که دنبال طلا بود. به نام خدا. نام کتاب: ثروتمندترین مرد بابل. خانش: ارمغان. استودیو: صداهای همراه. سرفصل دوم: ثروتمندترین مرد بابل. روزگاری در بابل قدیم، مردی بسیار ثروتمند به نام آرکاد زندگی می‌کرد. او به دلیل ثروت هنگفت و سخاوتش شهرت داشت و در امور خیریه و خانواده‌اش هم بخشنده و گشاده دست بود. همچنین در هزینه‌های خودش نیز دست و دلباز بود. با وجود این، هر سال ثروتش با سرعتی بیش از خرج کردنش افزایش می‌یافت. یک روز تعدادی از دوستان دوران جوانیش نزدش آمدند و گفتند: آرکاد، تو از ما خوشبخت‌تری و مرفه‌تری، ثروتمندترین مرد بابلی. اما ما برای زنده موندنمون دست و پا میزنیم و تو میتونی بهترین لباسا رو بپوشی و از عالی ترین غذاها لذت ببری، در حالی که ما اگه بتونیم لباس مناسبی تر خانوادهمون بکنیم و شکمشون رو به بهترین شکل ممکن سیر کنیم، باید خدایان رو شکر کنیم. ما این هم بودیم، زیر نظر یه معلم درس خوندیم و با هم یه جور بازی کردیم. در درس و بازی از ما بهتر نبودی، عین ما شهروندی محترم بودی، نه بیشتر. تا جایی که میتونیم قضاوت کنیم سختتر یا خالصانه تر از ما کار نکردی. پس چرا تقدیر بی‌ثبات تو برای لذت بردن از تمام چیزای خوب زندگی انتخاب میکنه و ما رو نادیده میگیره، در حالی که اندازه تو استحقاق داریم؟ آرکاد فوری با اعتراض گفت: اگه در سالای جوانی نتونستیم بیشتر از بخور و نمیرتون به دست بیارین، به این دلیل که یا نتونستین قوانین حاکم بر ایجاد ثروت رو یاد بگیرین یا اونا رو رعایت نکردین. تقدیر بی‌ثبات اله خبیثیه که هیچ خیر دائمی رو برای کسی به ارغمان نمیاره. برعکس، تقریبا باعث نابودی کسی میشه که پول و طلای بادآورده داره. اون کاری میکنه افراد ولخرج و عیاش خیلی زود تمام چیزایی رو از دست بدن که به دست آوردن و با آرزو و خواسته های زیادی احاطه میشن که توانایی تحققشون رو ندارن. با این حال این الهه میخواد یه عده دیگه تای نظر باشن، ثروت اندوزی کنند و از خرج کردن پولی که دارن بترسن، چون میدونن توانایی جایگزینی اونو ندارن. اونا بیشتر گرفتار ترس از دزدا میشن و خودشونو به زندگی و سرنوشت پوچ و بدبختی پنهانی محکوم میکنن. احتمالاً افرادی هم هستن که میتونن پول و طلای بادآورده داشته باشن و باز پول روی پول بذارن و شهروندی راضی و خوشبخت باشن، ولی تعدادشون خیلی کمه. من اونا رو میشناسم، البته فقط چیزایی دربارشون شنیدم. اونایی رو که به من یاد میدن که ناگهان ثروت به ارث بردن و ببینین که درست میگم یا نه. دوستانش تصدیق کردن. سخنانش درباره افراد درست است که میشناسند و ثروت به ارث بردن. از این رو از او خواستم برایش توضیح دهد چگونه صاحب این همه ثروت و خوشبختی شده است. او هم ادامه داد: در زمان جوانی حواسم به خودم بود و به همه چیزهای خوب دقت میکردم که خوشبختی و رضایت برایم به عقب میآوردن. فهمیدم ثروت قدرت همه اینا رو افزایش میده. ثروت یه قدرته. با ثروت کارهای زیادی امکان پذیره. آدم میتونه با پول خونش رو با گرونترین لوازم تزیین کنه. میتونه برای سفر به دریاهای دور بره. میتونه با خوراکیای سرزمین دوردست دلی از عزا در بیاره. میتونه از طلاساز و جواهرساز زیورآلات بخره. حتی میتونه برای خدایانم معبدای بزرگ و محکم بسازه. آدم میتونه این کارا رو و کلی کارهای دیگه رو انجام بده تا با تمام وجود احساس شادی و رضایت بکنه. وقتی همه اینها رو فهمیدم، با خودم تصمیم گرفتم سهمم رو از چیزهای خوب زندگی طلب کنم.
من از اون آدم هایی نیستم که دور می ایستند و با حسرت لذت بقیه رو تماشا می کنن. من به این راضی نمی شدم که ارزون ترین لباس ها رو ببوشم تا فقط آبرومند به نظر برسم و با چیزی راضی نمی شدم که فقیرها رو راضی می کرد. برعکس خودم را مهمون ضیافت چیزهای خوب می کردم. همونطور که می دونین پسر یه بازرگان ساده با خانواده پر جمعیتی بودم که امید ارث و میراث و پولدار شدن هم نداشت و به همون صراحتی که گفتین قدرت یا دانش برتر هم نداشتم، ولی به این نتیجه رسیدم که اگه می خواد به خواسته هاش برسه به زمان و دانش نیاز داره. در مورد زمان همه اون رو به وفور دارن. شما تک تک شما به اندازه کافی وقت دانی که ثروتمند بشین. البته تصدیق میکنین که چیزی به جز خانواده های خوب ندارین که بتونین بهش افتخار کنین. در مورد دانش آیا معلم خردمندمون به ما یاد نداد که یادگیری دو نوعه؟ یه نوع چیزهایی که یاد گرفتیم و میدونیم و دیگری آموزش هایی که به ما یاد دادن چگونه میتونیم چیزی رو بفهمیم که نمیدونیم. بنابراین تصمیم گرفتم بفهمم آدم چطور میتونه ثروت اندوزی کنه و وقتی فهمیدم باید این کار رو تکلیف خودم بدونم و به خوبی انجامش بدم به همون سمت حرکت کردم. وقتی عزیمت به تاریکی دنیای روح غم و اندوه بسیار داره، آیا عقل حکم نمی کنه که از درخشش آفتاب زندگی لذت ببریم؟ در ساختمان ثبت اسناد به عنوان کاتب شروع به کار کردم و هر روز ساعت‌های طولانی لوح‌های گلی حک کردم و زحمت کشیدم. با وجود اینکه هفته‌ها و ماه‌ها سخت کار می‌کردم، با این حال درآمدم ناچیز بود. تمام درآمدم صرف خوراک و پوشاک و پرداخت کفاره به خدایان و چیزهای دیگر می‌شد که یادم نیست، اما بازم برای ثروتمند شدن مصمم بودم. یه روز آلگامیش وام دهنده به شهرداری اومد. یه نسخه از قانون نهم رو سفارش داد و به من گفت باید این کار رو دو روزه انجام بدم و اگه تا اون موقع کاملش کنم 2 سکه مسی بهم میده. به همین خاطر سخت کار کردم. ولی اون قانون طولانی بود و وقتی آلگامیش برگشت کار تموم نشده بود. او عصبانی شد و اگه من زیر دستش بودم من رو میزد. اما چون می دونستم شهردار به اون اجازه نمیده به من آسیبی برسونه نمی ترسیدم. برای همین بهش گفتم آلگامیش تو آدم بسیار ثروتمندی هستی. به من بگو چطور می تونم ثروتمند بشم تا منم تمام شب لوح گلیت رو حکاکی و تا طلوع خورشید تمومش کنم. او به من لبخند زد و جواب داد تو مرد گستاخ و ناقلایی هستی، ولی معامله رو قبول میکنم. با اینکه کمرم درد میکرد و بوی دود فتیله چراغ باعث سردردم میشد و چشمانم به سختی میدید، تمام اون شب حکاکی کردم و وقتی خورشید طلوع کرد و آلگامیش اومد لوحا کامل شده بودن. به او گفتم حالا نوبت توه، چیزی رو به هم بگی که به من قول داده بودی. او با مهربانی به من گفت تو سهم خودت از معاملمون رو پرداختی پسرم و من آمادم سهم خودم رو بپردازم. من چیزهایی که میخوای بدونی رو بهت میگم چون دارم پیر میشم و پیرها عاشق پرچونگی هن. تو برای مشورت پیش یه آدم مسن اومدی که سالها دانش و آگاهی به دست آورده، ولی بیشتر جوونا فکر میکنن افراد سال خورده فقط دانش قدیمی دارن که سودی براشون نداره. ولی به یاد داشته باش خورشیدی که امروز میدرخشه همون خورشیدی که موقع تولد پدرت میدرخشید و وقتی آخرین نفر از دنیا بره هنوزم میدرخشه. اون ادامه داد افکار جوونا چراغای روشنی هن که مانند شهاب سنگ های آسمون رو فقط چند بار روشن می کنن. اما دانش و آگاهی پیرها مانند ستاره های ثابت چنان تغییر ناپذیر می درخشن که یه دریانورد می تونه با اتکا به نور اونها مسیرش رو پیدا کنه. حرفای من رو خوب به خاطر بسپار، چون اگه نتونی حقیقتی رو درک کنی که بهت میگم، فکر میکنی کار دیشبت بی ثمر بوده. اون وقت از زیر ابروهای پرپشتش با زیرکی به من نگاه کرد و با لحنی آرام ولی قدرتمند گفت
وقتی به این نتیجه رسیدم که بخشی از درآمدی که برای خودم به دست آوردم متعلق به منه و باید اونو برای خودم نگه دارم، راه ثروتمند شدن رو پیدا کردم. تو هم میتونی. بعد نگاهی طولانی و نافذ به من کرد که میتونستم حس کنم در وجودم نفوذ میکنه و دیگه چیزی نگفت. پرسیدم: همش همین بود؟ او جواب داد: همین کافی بود تا شخصیت یه چوپان رو به شخصیت یه وام دهنده تغییر بده. پرسیدم: ولی تمام درآمدی که دارم مال منه و میتونم پس اندازش کنم مگه نه؟ او جواب داد: برعکس. مگه به خیاط پول نمیدی؟ به کفاش چی؟ مگه برای چیزایی که میخوری پول نمیدی؟ مگه میتونی بدون پول خرج کردن در بابل زندگی کنی؟ از درآمد ماه گذشتت چی برات مونده؟ از درآمد سال گذشتت چی؟ احمق، تو جز برای خودت برای همه پول خرج میکنی. آدم نادون، تو داری برای بقیه زحمت میکشی و کار میکنی، درست عین اینکه برده باشی و برای چیزی کار کنی که اربابت برای خوردن و پوشیدن بد میده. اگه ماهی یه دهم کل درآمدت رو پس انداز کرده بودی، در عرض 10 سال چقدر پول داشتی؟ علم اعداد و دانش حساب کتاب هنوز در ذهنم بود. برای همیشه جواب دادم: به اندازه درآمد یک سالم. آلگامیش بیدرنگ پاسخ داد: گفتی، ولی این نیمی از حقیقته. هر سکه که پس انداز میکنی برده یه که میتونه برای تو کار کنه. هر سکه مسی که از اون به دست میاری بچه اون برده است که در واقع برای تو کسب کرده. اگه میخوای ثروتمند بشی باید چیزی که پس انداز میکنی درآمد ایجاد کنه و درآمدهای حاصل از اونم باید پولساز باشن تا همگی بتونن به فراوانی کمک کنن که میخوای به دست بیاوری. او ادامه داد: تو فکر میکنی من برای کار شبانم دارم فریبت میدم؟ ولی اگه هوش و قدرت درک حقیقتی رو داشته باشی که بهت میگم، متوجه میشی 1000 برابر اون دارم یادت میدم. پس بخشی از درآمدت رو برای خودت پس انداز کن. فرقی نمیکنه چقدر درآمد داری، اون پول نباید کمتر از 1/10 درآمدت باشه. این پول میتونه به همون اندازه که تواناییش رو داری بیشتر از 1/10 باشه. اول سهم خودت رو بردار و کنار بذار. بیش از اون چه باقی مونده به خیاط و کفاش نپرداز. تو هزینه کافی برای غذا و خیریه و کفاره به خدایان رو داشته باشی. ثروت مانند یک درخت از بذری کوچک رشد می کند. اولین سکه مسی که پس انداز می کنی یه بذری که درخت ثروتمند از اون رشد میکنه. هرچه زودتر این بذر رو بکاری درختش زودتر به ثمر میرسه و هرچه با ایمان بیشتری اون درخت رو پاس انداز کنی، مداوم تغذیه و آبیاری میکنی، زودتر میتونی با رضایت و شادی زیر سایش آرامش داشته باشی و استراحت کنی. اینا رو گفت و لوح و برداشت و رفت. به حرفایی که به من گفته بود خیلی فکر کردم، منطقی به نظر میومدن. به همین دلیل تصمیم گرفتم امتحان کنم. هر وقت حقوق می گرفتم از هر 10 سکه مسی یکی رو بر می داشتم و کنار می زاشتم. عجیب به نظر می رسید، ولی مثل گذشته پول کم نمی آوردم. متوجه شدم که چون این تغییر تفاوت چندانی نداشت، بدون آن موفق به ادامه زندگی شده بودم. با این حال بیشتر وقتها وقتی پسندازم زیاد می شد، وسوسه می شدم برای خرید چیزهای خوبی خرجشون کنم که تاجرها با شتورها و کشتی از سرزمین فنیقی ها می آوردن، اما عاقلانه جلوی خودم را می گرفتم. بعد از 12 ماه آلگامیش دوباره برگشت و از من پرسید: پسرم، در 1 سال گذشته بیش از 1/10 تمام درآمدت رو برای خودت کنار گذاشتی؟ با افتخار پاسخ دادم: بله استاد، همین کارو کردم. در حالی که بهم لبخند میزد پرسید: خوبه، حالا باش چی کار کردی؟ اون رو به آزمور آجریپز دادم که گفتم به دریاهای دور و شهر تایر در لبنان سفر میکنه و از فنیقی ها جواهرات کمیاب میخره. وقتی برگرده اونا رو به قیمت بالا میفروشیم و سودش رو با هم تقسیم میکنیم. اون با عصبانیت گفت:
درسته که هر احمقی باید یاد بگیره، اما چرا به شناخت آجرپز در مورد جواهرات اعتماد کردی؟ آیا برای گرفتن اطلاعات در مورد تالت پیش نانوا میری؟ البته که نه. به نظر من اگه مخت کار کنه پیش طالبی میری. پس اندازت به باد رفته جوون. تو درخت ثروت خودت رو با ریشه از جا کندی. ولی یه درخت ثروت دیگه به کار. دوباره امتحان کن و بار دیگه اگه درباره جواهرات مشورت خواستی سراغ جواهر فروش برو. اگه میخوای درباره گوسفندا اطلاعات کسب کنی سراغ چوپون برو. مشاوره رایگان بهت ارائه میشه. ولی حواست باشه فقط مشاوره‌ای بگیری که ارزش داشته باشه. کسی که برای پسنداز خودش از دیگری مشاوره میگیره که در چنین زمینه بی تجربه باشه، باید پسندازش رو به عنوان تاوان برای اثبات دروغ بودن نظرات اون فرد بپردازه. او این را گفت و رفت. همانطور شد که او گفته بود، چون فنیقی ها آدم های نامردی از آب در می آمدن و خورد شیشه بی ارزش شبیه جواهر و سنگ قیمتی به آزمور فروختن. ولی همانطور که آلوگامیش به او پیشنهاد کرده بود، دوباره یک دهم درآمدم رو پس انداز کردم و چون عادت کرده بودم دیگه برام سخت نبود. 12 ماه بعد آلگامیش به اتاق کاتب ها آمد و خطاب به من گفت: از سال گذشته که تو رو دیدم چه پیشرفتی کردی؟ جواب دادم: صادقانه برای خودم پسنداز کردم و اون رو به آگرر سپرساز دادم تا برونز بخره و کار کنه و هر 4 ماه یه بار مبلغی رو به عنوان سود به من بده. خوبه، حالا با سود پسندازه چی کار میکنی؟ مهمونی بزرگی برپا و عسل و نوشیدنی خوب و کیک دارچینی مهیا کردم. برای خودمم یه ردای مخمل سرخ خریدم. یکی از همین روزا باید یه الاغ جوونی برای سواری بخرم. آلگامیش خندید. پس چطور انتظار داری اون پس اندازا برات کار کنن؟ تو همه بچه های پس اندازت رو خوردی، پس چطور میتونی ثمره داشته باشه که برای تو هم مفید باشه؟ اول برای خودت یک ارتش از برده های طلایی درست کن و پس از اون مهمونی با شکوهی ترتیب بده تا به توانی بدون تأسف ازش لذت ببری. اون این رو گفت و دوباره رفت. دوباره بعد از 2 سال دیدمش. این بار وقتی برگشت صورتش پر از چین و چروک عمیق شده بود و پلک چشمانش افتاده بودن. اون داشت پیر می شد. آلگامیش پرسید: آرکاد، ثروتی که آرزو داشتی و به دست آوردی؟ من پاسخ دادم: هنوز تمام چیزایی که میخوام به دست نیاوردم، ولی بعضی از اونا رو دارم. ثروتم درآمدزا شده و درآمد حاصل از درآمدم ثروتم هم برام درآمد تولید میکنه. هنوز از آجرپزها مشورت میگیری؟ با عصبانیت پاسخ دادم: اونا درباره آجرپزی توصیه‌های خوبی میکنن. اون ادامه داد: آرکاد، تو درسات رو خوب یاد گرفتی. اول یاد گرفتی که با کمتر از درآمد زندگی رو بگذرونی. بعد یاد گرفتی از افراد مشورت بگیری که به خاطر تجربیات خودشون شایستگی و مهارت دارن و آخر سرم یاد گرفتی کار کنی که پول و طلا به خدمت در بیارن و برای تو کار کنن. یاد گرفتی چطور پول به دست بیاری، چطور پس اندازش کنی و چطور ازش سود ببری. بنابراین صلاحیت یه مقام و مسئولیت مهم رو داری. من دارم پیر میشم. پسرها فقط به فکر خرج کردن هستن و به کسب درآمد هیچ فکر نمی کنن. ثروت من خیلی زیاده و من از رسیدگی به املاکم حسابی واهمه دارم. اگه تو به شهر نیپور بری و اونجا مراقب زمین های من باشی، تو رو شریک خودم میکنم و در املاکم سهیم میشی.
بنابراین به نیپور رفتم. مسئولیت املاک او را که زیاد هم بودم به عهده گرفتم و چون سرشار از بلند پروازی هایی بودم به مدیریت موفقیت آمیز ثروت تسلط داشتم. تونستم ارزش املاکش را حسابی افزایش بدم. به همین دلیل خیلی پولدار شدم و موفق شدم و وقتی آلگامیش از دنیا رفت همونطور که قانون مقرر کرده بود از املاک اون سهم چشمگیری بردم. وقتی صحبت‌ها و ماجرای آرکاد تمام شد یکی از دوستانم گفت پس در واقع به این دلیل ثروتمند شده که آلگامیش شو رو وارث خودش کرده. من فقط به این دلیل ثروتمند شدم که قبل از اولین ملاقاتم با اون آرزوی ثروتمند شدن داشتم. مگه چهار سال نتونستم با پس اندازه یک دهم از کل درآمدم قطعیت هدفم رو ثابت کنم. شما به ماهیگیری که سالها عادتهای ماهی را مطالعه کرده تا با هر باد متغیری بتونه تورش رو طوری پهن کنه که اونا رو صید کنه میگین خوششانس. فرصت الهه مغروریه که وقتش رو تلف کسانی نمی کنه که آماده پذیرشش نیستن. یکی دیگر از دوستانش گفت اراده قوی داشتی که وقتی پس اندازه سال اولت از دست رفت باز به این کار ادامه دادی؟ تو بی نظیری و با بقیه فرق داری. آرکاد با عصبانیت گفت اراده قوی؟ چه حرف مزخرفی؟ فکر میکنی نیروی اراده این قدرت رو به آدم میده که بتونه بالی رو که شتر نمیتونه هم کنه بلند کنه یا بالی رو که گاوا هم نمیتونن جا به جاش کنن دنبال خودش بکشه؟ نیروی اراده وجود داره ولی هدف ثابت اینه که تا تحقق وظیفه ادامه بدین که برای خودتون تعیین کردین. اگه وظیفه رو برای خودم تعیین کنم هر قد هم بی اهمیت باشه باید اون رو به سرانجام برسونم، وگرنه چطور میتونم اعتماد به نفس داشته باشم تا کارهای مهم رو انجام بدم؟ ببینین اگه به خودم بگم تا صد روز وقتی از پل رد میشم که به شهر برم یه سنگریزه از جاده بر میدارم و تو رودخونه میدازم. این کار رو انجام میدم. اگه روز هفتم از پر رد بشم و یادم بره به خودم نمیگم فردا دوتا سنگریزه تو رودخونه میاندازم که جبران بشه. عوضش برمیگردم و سنگریزه رو میدازم. روز بیستم به خودم نمیگم آرکاد این کار بیفایده است. اینکه هر روز یه سنگریزه بندازی برای چه فایده ای داره؟ یک مش سنگریزه بنداز و خلاص. نه این حرف رو میزنم و نه این. به نام خدا. ادامه فصل ثروتمندترین مرد بابل از کتاب ثروتمندترین مرد بابل، خانش ارمغان، استودیو صداهای همراه، صفحه 32. برای خودم وظیفه‌ای تعیین می‌کنم، اون رو کامل انجام میدم. پس حواسم هست که کارهای سخت و ناشدنی رو شروع نکنم چون عاشق تفریح و آسایشم. سپس دوستی دیگر گفت اگه چیزی که میگی درست باشه و همونطور که گفتی منطقی و خیلی ساده به نظر برسه، اون وقت اگه همه مردم این کارو بکنن دیگه ثروت کافی برای همه وجود نداره. آرکاد جواب داد هر جایی که انسان رو از انرژی استفاده کنن ثروت رشد میکنه و زیاد میشه. اگه یه ثروتمند کاخ جدیدی برای خودش بسازه آیا پولی که بابتش پرداخت میکنه از بین رفته؟ نه، آجرپز، کارگر، معمار و هر کسی که برای ساختن اون کاخ زحمت میکشه از اون پول سهم داره. اما با تموم شدن کاخ آیا ارزشش بیشتر از تموم هزینه‌ای نیست که براش شده؟ آیا زمینی که کاخ در اون ساخته شده ارزش بیشتری پیدا نکرده؟ آیا ارزش زمین مجاورش هم به دلیل این ساخت و ساز بیشتر نشده؟ ثروت به روشی معجزه آسا رشد میکند. هیچ کس نمیتونه حد و مرز اون رو پیش بینی کنه. مگه فنیقی ها با ثروت حاصل از کشتی های تجاریشون در سواحل بایر و بی حاصل شهرهای بزرگ نساختن؟ باز هم یکی دیگر از دوستانش پرسید خب به همون توصیه میکنی چیکار کنی تا ثروتمند بشیم؟ سالها گذشته و ما دیگه جوان نیستیم و هیچ پس اندازی هم نداریم. آرکاد گفت توصیه میکنم دانش آلگامیش رو به کار بگیرین
و به خودتون بگین بخشی از درآمدی که به دست میارم مال خودمه و باید پسندازش کنم. صبح وقتی از خواب بیدار میشین این رو بگین، ظهر بگین، شب بگین، هر روز و هر ساعت بگین. اونقدر اینو به خودتون بگین تا ملکه ذهنتون بشه. از این ایده تأثیر بگیرین، ذهنتون رو با فکرش پر کنین، بعد هر میزانی که معقول به نظر میرسه از درآمدتون رو بردارین، اما تلاش کنین کمتر از 1/10 درآمدتون نباشه. اون رو پس انداز کنین، سایر مخارجتون رو بر اساس ضرورت رتبه بندی کنین، ولی اول سهم پس اندازتون رو از درآمدتون کسب کنین. خیلی زود میفهمین حس داشتن گنجی که فقط مال خودتونه چقدر باشکوهه. اون گنج هرچی بیشتر روش کنه شما رو بیشتر سر ذوق میاره و لذت جدید از زندگی هیجان زدتون میکنه. از این رو بیشتر تلاش میکنین تا درآمد بیشتری به دست بیارین. با افزایش درآمدتون آیا این درصد رو پسنداز نمیکنین؟ بعدش یاد بگیرین کاری کنین که گنجتون در خدمتتون باشه و برای شما کار کنه. اون رو برده خودتون بکنین، کاری کنین که فرزندانتون و فرزندان فرزندان اونا هم برای شما کار کنن. با اینکه کار درآمد آیندتون رو تضمین می‌کنین، به افراد سالخورده نگاه بیندازین. یادتون نره که در آینده شما هم جزی از اونها میشین. پس گنجتون رو با بیشترین احتیاط سرمایه گذاری کنین تا از بین نره. نرخ بهره افراد رباخار آوایی وسوسه کننده است که تو گوشتون خونده میشه، ولی آدم‌های ناگاه رو به سختی شکست و فریب میده. همیشه خانواده خودتون رو تأمین کنین تا از شدت شرمندگی حتی برخلاف خواسته خانواده‌تون آرزو نکنین خدایان شما رو به قلمرو خودشون دعوت کنن. برای تضمین این روش همیشه امکان پرداخت‌های کوچک در زمان‌های منظم را فراهم کنین. بنابراین انسان آینده‌نگر برای ثروتمند شدن و چنین هدف معقولی معطل نمی‌کنه. با افراد عاقل مشورت کنین. از توصیه کسانی استفاده کنین که هر روز با پول سر و کار دارن. بذارین اونا شما رو از خطایی دور کنند که من در اعتماد کردن و سپردن پولم به آزمور آجرپز مرتکب شدم. سود کم و مطمئن به مراتب بهتر از خطر کردنه. تا زنده این از زندگی لذت ببرین. زیاد به خودتون فشار نیارین و تلاش نکنین. بیش از حد پس انداز کنین. اگر 1/10 کل درآمدتون اونقدر هست که بتونین با آسودگی خاطر پس اندازش کنین، به همین مقدار قانع باشین. به اندازه درآمدتون زندگی کنید و لذت ببرین و به خودتون اجازه حساسیت ندین و از خرج کردن نترسین. زندگی خوب و پر از چیزهای ارزشمند که میشه از اونا لذت برد. دوستانش از او تشکر کردند و رفتن. برخی از آنها ساکت بودند چون حرفهای او را درک نکرده و نمیتوانستند چیزی از آنها بفهمند. برخی کنایه می زدن چون فکر می کردن فرد ثروتمندی که راهکارهای ثروتمند شدن را به دوستان قدیمیش می گوید نباید چندان هم موفق باشد. با این حال در چشم برخی از آنها نور امید تازه‌ای دیده می شه. آنها فهمیده بودند که آلگامیش هر بار به اتاق کاتبها برمی گشت تا مردی را تماشا کند که از مسیر تاریکی به روشنایی رفته است. وقتی آن مرد سرانجام روشنایی را پیدا می کند، جایگاهی انتظارش را می کشید که هیچ کس نمی توانست آنها را پر کند و جایش را نزد آلگامیش بگیرد تا اینکه خودش آن را درک می کند و برای این فرصت طلایی آماده می شود. گروه آخر کسانی بودند که در سالهای بعد مرتبط به دیدن آرکاد می رفتند و او با کمال میل از آنها استقبال می کرد. آرکاد به آنها مشاوره می‌داد و سخاوتمندانه دانشش را به آنها منتقل می‌کرد. درست همانطور که افراد با تجربه همیشه از این کار خوشنود می‌شدند. او به آنها در سرمایه‌گذاری پسندازها کمک می‌کرد تا سود خوب و مطمئنی به دست بیاورند و با سرمایه‌گذاری‌های بی‌سود و بی‌حاصل برشکسته و گرفتار نشوند. نقطه عطف زندگی این مردان روزی بود که حقیقت را درک کردند که از آلگامیش به آرکاد و از آرکاد به آنها رسیده بودند. پایان سرفصل ثروتمندترین مرد بابل. فصل بعدی
7 راهکار برای درمان کیف پول لاغر. شکوه بابل ماندگار است. خبر شهرتش به عنوان ثروتمندترین شهر با گنجینه‌های افسانه‌ای طی سال‌ها به ما رسیده است. لیکن این شهر همیشه این گونه نبوده است. ثروت‌های بابل حاصل دانش و آگاهی مردم آن بوده است. آنها ابتدا باید یاد می‌گرفتند چگونه ثروتمند شوند. وقتی سارگون که پادشاه خوب و شایسته‌ای بود، پس از شکست دشمنان خود یعنی ایلامی‌ها به بابل بازگشت، با وضعیت جدی روبرو شد. صدر اعظم سلطنتی اوزا را بدین ترتیب برای او شهر داد. سرورم، با وجود سالها تلاش برای آبادانی و فراوانی با ساختن کانال‌های بزرگ، آبیاری و معابد مستحکم خدایان برای مردم، حال که کارها به پایان رسیده، مردم نمی‌توانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند. کارگرها بیکار هستند، بازرگانان کم مشتری دارند، کشاورزان نمی‌توانند محصولات خود را بفروشند و مردم پول کافی برای خرید مواد غذایی ندارند. پادشاه پرسید: پس آن همه تلاکه برای این ساخت و سازهای عالی خرج کردیم چه شدند؟ صدر اعظم پاسخ داد: متاسفانه به دست تعداد اندکی از افراد بسیار ثروتمند شهر رسیده است و احتمالاً همه طلاها به سرعتی که شیر بز از صافی عبور می‌کند از لای انگشتان مردم عبور کرده و حال که جریان گردش طلا راکت شده است بیشترشان هیچ درآمدی ندارند. پادشاه مدتی به فکر فرو رفت، سپس پرسید: چرا فقط این تعداد اندک از مردم باید بتوانند طلا به دست بیارند؟ صدر اعظم پاسخ داد: چون آنها روش کار را می دانند و کسی هم نمی تواند آنها را به دلیل بلد بودن روش موفقیت و اطلاع از راه ثروتمند شدن محکوم کنند. هیچ فرد عادلی نمی تواند چیزی را که فردی شرافتمندانه به دست آورده از او بگیرد و به افرادی بدهد که توانایی کمتری دارند. پادشاه پرسید: خب چرا نباید همه مردم روش پول جمع کردن را یاد بگیرند تا ثروتمند و موفق شوند؟ این امر کاملا ممکن است عالی جناب، ولی چه کسی می تواند به آنها آموزش بدهد؟ مطمئنن کاهنان نیستن، چون آنها هم چیزی از پول درآوردن نمی دانند. پادشاه پرسید: صدر اعظم، در شهر ما چه کسی بهتر از همه می داند که چگونه می شود ثروتمند شد؟ پرسش شما خود گویای جواب است اعلی حضرت. چه کسی بیشترین ثروت را در بابل دارد؟ گل گفتی صدر اعظم شایسته من، او آرکاد است، ثروتمندترین مرد بابل. فردا او را نزد من بیاور. روز بعد آرکاد با اینکه 70 سال داشت، راست قامت و با نشاط به فرمان پادشاه نزد او حضور یافت. پادشاه پرسید: آرکاد، آیا حقیقت دارد که تو ثروتمندترین مرد بابلی؟ این طور میگویند اعلی حضرت، و هیچ کس هم آن را رد نمی کند. چگونه این همه ثروتمند شدی؟ با غنیمت شمردن فرصت هایی که در دست همه شهروندان یک شهر خوب است. هیچ سرمایه‌ای برای شروع کردن نداشتی؟ فقط تمایل زیاد برای ثروتمند شدن و دیگر هیچ. پادشاه ادامه داد: آرکاد، شهر ما در وضعیت بسیار ناخوشایندی قرار دارد. چگونه فقط تعدادی اندکی از مردم شیوه کسب ثروت را می‌دانند و بدین ترتیب آن را در انحصار خود درآوردند، در حالی که بسیاری از شهروندان ما درباره روش نگهداری از هر بخش از درآمدشان فاقد آگاهی هستند. آرزوی من این است که بابل ثروتمندترین شهر جهان باشد، اما لازم است از افراد ثروتمند باشیم. از این رو باید به همه یاد بدهیم چگونه ثروت کسب کنند. آرکاد، به من بگو آیا راستی برای دستیابی به ثروت وجود دارد؟ آیا می شود او را آموزش داد؟ بله، این کار شدنی است اعلی حضرت.
انسان میتواند آنچه را میداند به دیگران یاد بدهد. چشمان پادشاه از خوشحالی برق زد. آرکاد، تو چیزهایی که گفتی دلم میخواست بشنوم. آیا میخواهی خود را وقف این نهضت عظیم بکنی؟ آیا میخواهی دانشت را به معلمان آموزش دهی تا آنها را با آموزش کافی این حقایق به افراد ارزشمند حکومت تبدیل کنی؟ آرکاد تعظیم کرد و گفت: بنده حقیر در خدمت و تحت امر شما هستم. هرچه دانش در اختیار دارم با کمال میل برای پیشرفت هم نوعان و عزت پادشاه عرضه می کنم. اجازه بدهین صدر اعظم محترم یک کلاس 100 نفره برپا کند تا من 7 کار راهکاری را آموزش دهم که کیف پولم را پربرکت کردن تا هیچ کیف پول لاغر و کمایه‌ای در تمام بابل وجود نداشته باشد. 2 هفته بعد به فرمان پادشاه 100 منتخب در تالار بزرگ معبد آموزش گرد هم آمدند و روی حلقه های رنگارنگ یک نیم دایره نشستند. آرکاد کنار میز کوچکی نشسته بود که روی آن چراغ مقدس روشن بود و دود عجیب و دلپذیری به هوا پخش میکرد. یکی از دانشجویان وقتی آرکاد از جایش بلند شد در حالی که به بغل دستیش سلغمه میزد زیر لب گفت: ثروتمندترین مرد بابل را ببین. اوه، یک نفر عین بقیه است. آرکاد شروع به صحبت کرد. به دستور